با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، برابر با 16 مارس و 25 ماه اسفند، و نوروز هم نزدیک میشود. نوروز همونطور که میدانید تنها عید ایرانی است که توأم با شادی و نشاط است و رنگی از خداوند متعال و عرض میکنم پیغمبر اعظم و حبیب ابن مظاهر و عرض کنم دشت کربلا و اینها درش نیست، کاملا به طبیعت مربوط است و حمدالله و المنه نتوانستند این بیگانگان و وحشی هایی که مملکت ما آمدند این روز رو براندازند. بسیاری از اعیاد رو برانداختند. عرض کنم که از عید بزرگ، عید بزرگ مهرگان نامی بر جای مونده، گاه گاهی نام صده هم برده می شود، اما نوروز بسیار محکم و پابرجاست، مگر اون که مصادف بشود با مرگ محسن که عمر لگد انداخت به در، و این درست مصادف شده است با 21 فروردین. مثل میگم خدمتتون، از آخوند بعید نیست، کار آخوند حیله و نیرنگ و ریا و دروغه، چیز دیگری در کار نیست. این است که این را هم از چنگ ما در بیاورند خیالشان راحت می شود. اما گمان نمی کنم که در این امر توفیقی حاصل کنند. اجازه بفرمایید که ما بچه بودیم با چه شور و شوقی آماده می شدیم برای نوروز. عرض کنم که می رفتیم لباس تازه، نمی دونم قالی تکانی بود و پخت و پز شیرینی بود، و چه حال و هوایی بود، چه ذوق و حالی بود. یک سال من دیدم خبری نیست. اون مراسم هر سال بر جای نیست، در منزل خبری نیست، کاملا اوضاع عادی است. گفتیم آقا پس چه خبر است؟ آقا محرم است، خردست با عاشورا. گفتیم آقا این عاشورا کی بوده؟ زمستون بوده، تابستون بوده، پاییز بوده؟ میچرخه چرخیده بود. خلاصه این در واقع انتظارات ما رو، بچه های اون روزگار رو، از نشاط مبدل به عزا کرد و اینها، و هنوزم همونطور است. البته هنوزم همونطور است. خب اجازه فرمایید تا از سروده های زرتشت کبیر برای شما بخوانم. از گاتها که اصیل ترین بخش اوستا هستن، سخنان شخص زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی هستن، برای شما میخوانم. میگوید هرگاه مرد توانا شخص تبهکار را به راه راست هدایت نکند، به دام فریب هواخواهان دروغ خواهد افتاد. همواره دروغ نفی میشه، کمتر عبارتی هست که در نفی دروغ سخن نیامده بود. کسی که برای خواهان دروغ آرزوی پیروزی کند و به دنها یاری بخشد، از هواخواهان دروغ به شمار خواهد رفت. مثل برادران بسیجی و پاسدار و سارالله و جارالله و نمیدونم انواع چاقوپیشان عزیز که البته عرض کردم همشون نیستن، اما خب اینها دارن از پراکنده کنندگان دروغ حمایت میکنن. شما اگر یک راست از اینها شنیده اید به بنده هم بفرمایید که راست اینجا راست گفتن. راستی وجود نه از حلقوم شیخ و ملا راست نیامده است، به خصوص ملای شیعه، چون جز دروغ در دستش نیست. این کتابم اینجا شاهد آوردم خدمتتون. باری خب شما رو خواهر رب، و کسی که دست و کسی که درست کارون را دوست داشته باشد، بدونها ارج نهد، در زمره پارسایان به حساب خواهد آمد. ای هستی بخش یکتا، این قانون ازلی را از روز هستی به ما عنایت فرمودی. از بند
عرض کنم که 6 خواندم خدمتتون و تفسیر موبد فیروز آذرگشه است. خیلی خوب، اینم بگذاریم اینجا و یک حافظ بخوانیم خدمتتون و بعد برویم سراغ این کتاب که کتاب خیلی مهمی است، به شما معرفی خواهم کرد. میگوید ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. بکنم مضمون رو از سعدی گرفته است. گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد، تا چه زرد کرد؟ اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم. حافظ می‌فرماید دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لح کز آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نما که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. بله، خدمت شما عرض کنم اینه، من حدود 24-5 سالی در جستجوی این کتاب بودم. این کتاب البته 3 مجلد است، این متن هست و 2 جلد دیگر هم هست که در واقع شرح این داستان هاست، تحلیقات هست و این حرف ها. این کتابی بوده است از کنم که به نام فضائح الروافض، یعنی فضیحت های شیعیان، فضائح الروافض. بعد دست به دست گشته تا رسیده است به نصیر الدین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی رازی و اون اسمش گذاشته است بعض مصالب و نواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، در جواب کتاب نکره آورده. بنابراین ما از نقل قول هایی که این آقا کرده که بعد ردیه بنویسد، میفهمیم که فضائح الروافض دارای چه محتوایی بوده است. فضائح الروافض چی میگفته که این آقا برگشت جواب داده؟ خوشبختانه عرض کنم که این هر دو به زبان فارسی است. به حدود سال 560 هجری در دوران سلجوقیان تحریر شده و کتاب بسیار بسیار مهمی است. و مرحوم علامه قزوینی هر می شود که در صدد این بوده است که این کتاب رو تصحیح کند و منتشر کند، بعد گمان می کند که بین مسلمانان اختلاف می افتد، تا اینکه تشریف می آورند به تهران و آقای محدث نامی که از فضلا بوده است اهل آذربایجان، می آید خدمت ایشان که آقا من جستجوگر چنین کتابی هستم، برای اینکه اون رو تصحیح کنم.
ایشان میگویند اتفاقا آقای اقبال این کتاب را دارا هستند و مشغول هستند برای تحصیل و استاد اقبال آشتیانی رو فرا میخوانند به اون مجلس و علامه پیشنهاد میکند که کتاب رو به ایشون بدهند و آقای جلال الدین محدث این کتاب رو در واقع تصحیح میکند و بخش هایش رو بنده اینجا عرض کنم که برای شما خواهم خواند که ببینیم که چه میگوید این. بله خب، در ابتدای کار یک خطبه رانده است و بعد میگوید پس بر سبیل اختصار بدان ای برادر که این مجموعه ایست اندر او شرح بعضی از فضایح و قبایح رافضیان ابتدا کرده شد به نام خدای بی همتا و ثنا و درود بر رسولان خدا خاصه بر محمد مصطفی سید انبیا صلی الله علیه و علیهم و ثنا بر خلفای راشدین ابوبکر صدیق تقی صاحب الغار و معدن الوقار و سید المهاجرین و الانصار و عمر الفاروق ناصر الانصار و عثمان زنور الشهید فدار و علی المرتضا قاتل الکفار و رضی الله عنهم. بله، این ابتدا و صفتی که برای حضرت عالی آورده باشه قاتل است و این آقا ایراد گرفته است که میبایستی مینوشتی قاتل المسلمین والکفار. حضرت علی علیه السلام که از نظر ما خالق گیتیست و همه این حرفا که میدانید و اینها بسیار مورد نفرت مسلمین بوده ایشان به جهت همین قتل هایی که مرتکب شده، قتال العرب یکی دیگر از القاب ایشون هست، قاتل المسلمین و الکفار یکی دیگر هست و جلاد قبیله یک لقب دیگری است بر ایشان که خودشون گفتن، یکی رو خودشون برگشتن زمانی که اون ولید رو آوردن شلاق بزنن که مست رفته بود در مسجد کوفه و دو رکعت نماز صبح گذارده بود و برگشته بود و گفته بود امروز خیلی خوشم یه دو رکعتی دیگه هم براتون میخوام بخونم، مست بود و برادر عثمان بود، برادر رضایش بود، این رو آوردن پیش عثمان که حد بزنن، حد یعنی شلاق در واقع 80 ضربه، هیچ کس حاضر نشد برادر خلیفه رو. حضرت علی فرمودن من جلاد قبیله هستم، من میزنم و شلاق رو گرفت و اون شلاق زد به ولید. حالا بمانم. خیلی خوب، خب این یک بحث هاییست که این آقا باید جواب ها داده بود اینها تا میگذاریم به میرسیم. میگوید بدون که این جماعت رافضیان که خود را شیعه میخوانند و رسول خدا محمد مصطفی علیه السلام از ایشون خبر داده است و امیر مؤمنان علی ابو طالب را رضی الله عنه گفته است که ای علی، جماعتی خواهند بودن در این امت که دعوی دوستی تو کنند، ایشون را لقبی باشد که بدون باز خوانندشان و اون رافضه است و نشانشان اون باشد که این دو وزیر مرا ابو بکر و عمر را دشمن دارند، یا علی چون دریابی ایشان را بکش که ایشان از جمله مشرکان باشند، و چون زید علی خروج کرد و روافض او را بفریبتند و به دست تیغ باز دادند، او همچنین گفت که ایشان این رافضیانند که رسول خدا از ایشان خبر داده است. خب
یه چیزی آورده راست و دروغ شما نیست که پیغمبر و علی گفته یه عده میان ادعای دوستی شما رو دارن و اینا رو رافضه میگوین، هر جا پیدا میکنی اینا رو بکش. و بعد که زید خروج کرد، این زید زید ابن علی ابن الحسین هست، یعنی به سر از کنم که همون امام بیمار علی اصغر، امام چهارم شیعیان، بسیار بسیار مرد شجاعی بود، بسیار از حسین شجاعتر بود. و قرار شد که 20,000 نفر یک شبه بیرون بریزند و حکومت امویان رو سرنگون کنند. همه با او بیعت کردند و درست روز قبلی که میخواستن که این عمل رو به انجام برسانند، یک نفر فرستادن پیش زید که تو حاضری به ابوبکر و عمر لعنت کنی؟ گفت میبنصاب سب به شیخین کنی؟ گفت من هرگز چنین نکنم، اینها دوستان محمد بودند و وزرای او بودند و نزد او محترم بودند، من هیچ دلیلی نمیبینم. بنابراین اینها جدا شدند و بیچاره وقتی بیرون آمد از اون 20,000 نفر یه 100-150 نفری نیامدند. این بوده است داستان ذهنیت شیعه که یک همچین مرد بزرگی رو تنها گذاشتن به خاطری که فحش و فضیحت به عمر و ابوبکر نکرده است. اینجا داره میکنه. بعد رف از او زیدن، زید رو باز گذاشتن و از او دور شدن و از اونجا اسمشون شد رافضی. حالا شما هر جا تشریف ببرید، برادران شیعه در افغانستان و عربستان و جاهای دیگه و هندوستان و اینها شیعیان رو رافضی میشناسند، قزلباش هم میگوین در افغانستان. البته خب این هم یه تکه دیگر بود از این کتاب. بله خب میگوید سپاس اون خدای را که دل و سینه ما را روشن گردانید به نور معرفت و از ما بزدود زنگ بدعت تا دور باشیم از زلالت و متابع باشیم طریق حق را و اون مذهب سنت و جماعت است. چه ما از گاه طفولیت تا 25 سالگی بر مذهب رفض بودیم و تربیت ما با ایشان بود و چون از خبث عقیدت ایشان آگاه شدیم و اون منکرها و بدعتها که ایشان کنند و گویند چون شتم صحابه و ترحم بولولو ترسا کشنده عمر و امامان دین را و بزرگان سلف را بد گفتن و بقیعت زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در نمازها منکرها کردن، چنان که شر هر یک به جای خود داده شود ان شاء الله تعالی. ما نیم خودمون رافضی بودیم، روز همین رافضی ها بودیم، اما وقتی دیدیم اینها عرض کنم که دوستان رسول رو عرض کنم فحاشی میکنند و به زنان او بد میگویند و چنین و چنان، ما از اینها دور شدیم. این نویسنده میگوید، نویسنده فضای هر روافض. بله بله میگوید سرمایه مذهب رافضیان بیش از دو چیز نیست. میگه سرمایهشون دو چیز: بهتان بر سلف صالح و تبرع از ایشان، و چون از خبث عقیدت ایشان آگاه میشدیم از اون عقیده فاسد بیزاری میجستیم و با ایشان در مجادله و مجاهده بودیم و مذهب بد ایشان فراروی ایشان میگذاشتیم. و اکنون بدانه ای برادر که ما اندر این مجموعه بعدی از فضائح و قبایح ایشان شرح خواهیم دادن، چنان که از ایشان بدانسته ایم و اشارت به کتابهای ایشان کرده که در میان ایشان است و هیچ سرایی از سرای محققان ایشان نیست
و الله از این کتاب ها یکی و دو در این سراها باشد و رافضی را قاعده باشد که چون مذهب او فراروی او داری انکار به دروغ می کند که ایشان را تقیه در راه باشد و روا دارند که اندر باطن چیزی گویند و اندر ظاهر چیز دیگر و این خود عین نفاق باشد و از اینجا بزرگان ائمه ما گفتند که ایمان ملحد و توبه رافضی قبول نشاید کردن، بله، زیرا که ملحد و رافضی باطن و تقیه روا دارند. و پس این صحت قول هیچ دو به نشاید دانستن و قبول ایمان و توبه هیچ دو نشاید کردن. و این در این مختصر جز اشارتی نرود که شرح تطویل احتمال نکند. بله، میگوید که این رافضی ها باطنشون چیز دیگه از ظاهرشون چیز دیگه است، همواره دروغ میگن، میگن تقیه کردیم. و بعد میگوید که عرض کنم که توبه ملحد و رافضی مورد قبول نیست. بله، ایمان ملحد که ایمان ملحد و توبه رافضی قبول نشاید کردن به خاطر که اینها دروغ میگوین، ظاهرشون و باطنشون فرق میکند. مثل جناب آقای خمینی خودمان علیه السلام که سخن از آزادی میکرد و برابری و برادری و از کنم که دموکراسی و بله همه اینها، آب مجانی و برق مجانی و یک بهشتی رو عرض کنم که ایشان امید میداد، و بعد آمد به محض این که این چماق قدرت و این ساطور قدرت به دستش افتاد، شروع کرد به قتل ملت ایران و چه مایه جنایت ها این شخص مرتکب شد و چه کلاهی بر سر ملت ما گذاشت و قرار بر این بود که نمایندگان ملت بیاین و در مجلس مؤسسان نوع حکومت رو تعیین کنن. این مجلس تبدیل شد به عرض کنم که چیز دیگر، خبرگان یعنی آخوندها، و امید مردم یک بار دیگر برباد رفت برای حصول آزادی و برابری. و اون چه آمال و آرزوهای در واقع گمشده انقلاب بزرگ مشروطه بود و ما در این چاه چگونه عرض کنم تاریک و مهیب حکومت آخوندی به دست اون شیاد فرو افتادیم و امید است که یک روزی بتوانیم عرض کنم به حبل المتین غیرت و دلیری و اتفاق و اتحاد بیاویزیم و از این چاه بیرون آییم. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم. امروز خط رو باز میکنیم، مدت ها صدا شما رو نشنیدیم، خط ها رو باز میکنیم، با شما صحبت میکنیم بعد از نکته چند خواهم گفت تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، این چهار سیدی که ملاحظه کردید با صدای بنده و انتخاب مخلص از سعدی و حافظ و خیام و دو قصیده از ملک الشعرای بهار با توضیح و شرح لغات مشکل در دسترس هست و همچنین کتاب در واقع نقدی بر چاپ و انتقادی شاهنامه و تصحیح جدید از داستان رستم و سهراب که چندین سال صحبت آن بود، سرانجام این توفیق نصیب ما شد که بتوانیم این کتاب رو به چاپ برسانیم و در اختیار هموطنان قرار دهیم. و به اون شماره تلفن می توانید زنگ بزنید و با استقبال فوق‌العاده روبرو دست این کتاب تا بدین لحظه. بسیار خوب، عرض شود که
اینجا این 18 بار خواهد بود که ما در اورنج کانتی خواهیم بود. معرفی و روبرداری از کتاب نقدی و چاپ‌های علمی شاهنامه و تصحیح جدید از داستان رستم و سهراب، زمان یک شنبه 19 اپریل سال 2015 میلادی، سخنرانی از 4 خواهد بود تا 8 بعد از ظهر. مکان 2575 مکوی هست در ایرواین کالیفرنیا، زیپ کد اونجا 92614 است. برای اطلاعات بیشتر به دوست گرامی آقای آل احمد می توانید زنگ بزنید به تلفن 949-551-9272 949-551-9272 می توانید زنگ بزنید و از زحمات همه دوستان اورنج کانتی، خاصه آقای آل احمد، دکتر فتی، مهندس بکام و دیگران بسیار بسیار سپاسگزارم که در طی این سالها این نشست‌ها رو به خوبی مدیریت کردن. بله، این کتاب هم در داستان مغالطات که خواهیم آورد مشغول شدیم به این کتاب مغالطات و هی مرتب میپرسند. اینجا ابتدا تعریف مغلطه هست و اشاره به انواع مغالطات، بعد تاریخ مغالطات هست از ارسطو تا فرانسیس بیکن که خداوند تفکر علمی بوده است. این فرانسیس بیکن پیغمبر عصر جدید بوده است. طریق دستیابی به معرفت رو این مرد به انسان یاد داد، فرانسیس بیکن انگلیسی و بسیاران دیگر، تا میرسیم به راسل و وایت هد که اینها زبان رو از مغالطه پاک کرد. ما از بام تا شام مغالطه میکنیم، دولتمون از بام تا شام یا دروغ میگوید، خود دروغ یک نوع مغلطه است، یا دروغ میگوید یا مغالطه میکنن و مطلقاً و ابداً جوابگوی دروغها و دزدیهای خود نیستن، مطلقاً جوابگوی جنایات خود نیستن. ایران تنها جایی است که قاتل در خیابان میگردد و عرض میکنم که هیچ کس مسئولیتی ندارد بابت جنایاتی که شده است. مظلومین در زندان هستند، هر شبت که یزیدها و ابن زیادها و اینها در خیابانها میچرخند. کشوری داریم ماشاءالله، در تاریخ جهان چنین مملکتی نبود آقا، چنین حکومتی وجود نداشته. و عجب صبری خدا دارد، خدا که چه عرض کنم، عجب صبری مردم ما دارن، چه ظرفیتی ما داریم در تحمل ستم، چه ظرفیتی داریم ما واقعا در تحمل زور و ناراستی. آقا اون دیکتاتورهای دیگر دنیا باز می آمدن یک توضیح به مردمشون می دادن، اگرچه به مغالطه، اینا الان هیچ توضیح هم نمیدهند. باری این داستان مغالطه مهمترین مطلبی است که ما بهش بپردازیم، باید پرداخت. اروپا هم زمانی به آزادی رسید که توانست ذهنیت عقلی رو جانشین مغالطات مذهبی بکند. و در آخر کار گفتن آقا این مذهب هم محترم، تشریف ببرتون کلیسا، تاجگذاری میکنن، جشن ها دارن، بودجه ها دارن، پول ها میگیرن، کسی هم کاری به کارشون نداره. اما در رهبری جوامع نمیتوانن اینها مداخله بکنن، به جهت اینکه عقل اون کار رو ندارن، ذهنیت اون کار رو ندارن.
آخوندن، چون دین از ابتدا تا انتهاش مقالط بیشتر از مقالطه نیست. خیلی خوب، یه چیز عاطفی است، یه چیزی جز فرهنگ بشر بوده، باشه، اما سرنوشت جوامع رو نمیشه باید به دست این دروغ ها داد. آقا برو تو مسجد هر چیزی دلت میخواد دروغ بگو، هر چیزی میخواد از مردم پول بگی، هر کی میخواد پولش رو به شما بده بده. از ابتدا تا انتها، از اونجا که میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، این مغلطه هست تا آخر. میگوییم خداوند تبارک و تعالی عادل علی الاطلاق و قادر علی الاطلاق هست. خیلی خوب، اونجا که میگوییم خداوند، این مغلطه مصادره به مطلوب میکنی. کدام خداوند؟ شما دیدین، تجربه دارین ازش. اینا در حیطه منطق عرض میکنم، در حیطه دین کاری ندارم. خیلی خوب، عادل علی الاطلاق هست و بصیر هست و قدیر هست و همه اینها، 99 صفتی که منتسب میکنن به خدای موهوم. خب این اگر خدا عادل هست، این همه بدبختی و ستمکاری و جنایت روی زمین از کجاست؟ این همه بیچارگی در آفریقا و بنگلادش بگیرید و مردمان گرسنه و بیچاره و بیمار و اینا چگونه توجیه می شود؟ آیا خدا اینها رو می داند یا نمی داند؟ اگر بگیم خدا نمی داند که به طور کل قضیه باطله، اگر می داند دو حالت دارد، یا می داند که اینها این جریانات هست، این ستمکاری ها هست، اما کاری انجام نمی دهد. بنابراین در اینجا موضوع در واقع عدالتش منتفی است. مطلب دوم اینجاست که میخواهد کار انجام بدهد ولی از دستش بر نمیاد، که در این صورت قدرتش منتفی است. هر جاش شما دست بگذارید، اینها هم مغالطه است. به داده هیچ کس نرسیده خدا. اصلا اصولا در فیلسوفان ما هم در روزگار قدیم میگفتن خداوند در کلیات جهان هستی دخالت کرده، اما در جزئیات روابط حسن و حسین دیگه دخالتی نداره. که حالا حسن آمده 500 دلار پول حسین رو خورده، این دیگه خدا مأمور وصولش نیست. کل به این جزئیات دخالتی ندارد. سعد این مطلب رو به زیبایی بیان کرده. فرشته‌ای که وکیل باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ بیوه‌زنی. اون که همه بادها و طوفانهای عالم در دست اوست، دی جستجوگر این نیست که ببینه کجا یه چراغ خاموش داره. که فیلسوفا میگفتن که آقا پس دخالت در جزئیات بر خدا نیست، انسان به قوه خرد بایستی راه خود، راه سعادت رو پیدا کند، منتظر خدا نشیند. من مطمئنم که همه ما آدم ها بنشینیم در منزل در ببندیم، فقط ذکر کنیم و قرآن بخونیم به امید این که یه چیزی از آسمان بیفته و یک روزی برسد، همه اون خواهیم مرد. تا حالا دیده نشده یک زاهدی، یک کسی، یک پیغمبری. اون پیغمبرم هر کس که بود عقلش رو به کار مینداخت ببینه کجا میشه پولی در آورد، کجا میشه مالی رو گرفت، حالا به عنوان زکات، به عنوان نمیدونم جزیه. خب چرا خدا معجزه نمیکرد این همه اینا رو بده؟
و دیگه مردم رنج برای بیچاره مورد سوء استفاده واقع نشن. اینه که داستان همش مغالطه. باری بخش های نخستین رو بنده اینجوری بدین وش تقسیم بندی کردم که ابتدا مغالطات کتاب آسمانی، حالا به همش نمیشه رسید، میشه چند جلد میشه، همش مغالطه است. اونهایی که خیلی واضح و خیلی معروف هستن. بعد میرسیم به بخش مغالطات تاریخ نویسان که در کجا دچار مغلطه شدن. چون خدمت شما در چندین جلسه توضیح مغالطات مورخین رو خدمتون دادم. Historians fallacies یعنی مغالطات مورخان، تاریخ نویس چگونه به مغلطه می افتد و چند نوع مغلطه هست که مورخ دچار اون می شود. در روزگار قدیم نوشتن تاریخ بدین گونه بود که مورخ می نشست اول از پیدایش گیتی بنا به گزارش مذاهب شروع می کرد که بله 6 روز بود و خلق کرد و فلان و اینها، از داستان آدم شروع می کرد و این که داره تاریخ نویسی می کنه. آدم شروع می کرد و نمیدونم بعد نمیدونم نوح و نمیدونم کیو از سبت که همه این داستان ها که می دونید در تورات هست و اینها، اینا جز تاریخ. و بعد از قدیمترین شاهی که می شناخت یا تو مواخذ بود می آورد تا زمان شاه زمان خودش و تاریخ رو می بست. حالا در طول این راه معجزات و کرامات و عرض کنم که روی آب راه رفتن ها و به آسمان ها پرواز کردن ها، همین هم جزء تاریخ نویسی بود. بعد اومدن گفتن آقا این یه علمه، این نیست که هر لاتایلی رو بشه بنویسه گفت تاریخ نویسی. یه از قرن 18 تاریخ نویسی اونچنان دقیق شد که هر مورخ مسئولیت هر عبارت رو داره و بایستی که این رفرانس هاشو معرفی بکنه، مواخذشو بیاره، مستدل سخن بگه. هزار جور به مغلطه میفته مورخ. نویسنده سیرت رسول الله ابن اسحاق قدیمترین مورخه، میگوید یه روز حضرت رسول یه عده رو فرستادن که برون گوسفندای فلان قبیله رو بیارن سر ببرن مسلمین بخور. اینها رفتن و خب بیچاره دارایی یه قبیله 4 تا گوسفند دیگه، اونجا که نمایشگاه نمیدونم تلفن اپل و سامسونگ و ماشین بنز نمیفروخت که بیچاره بیابه. بعد وقت یه بوزی زندگیش بود، 2 شطور زندگیش بود، همه زندگیش بود. به نام دین اینها رفتن و گوسفندای بیچاره ها رو راندن، اینها داد زدن و قبیله خبر کردن و افتادن که بیان گوسفنداشون رو پس بگیرن. بعد وقتا همه هست و نیستشون، 4 گوسفند بود دیگه. یه جایی بود در مانند که هر موقع باران شدید می آمد سیلاب شدید چیز میشد، میگوید خداوند معجزه کرد. نویسنده کتاب سیرت رسول، معجزه کرد و جریان آب چنون شدید بود که اینها نتوانستن تعقیب کنند و آنها سالمن قانمن گوسفندای مردم رو آوردن به مدینه تحویل دادن و انشاءالله سر میبردن کباب میکردن. چه کبابی! خب یکی نیست از این مرد بپرسه آقای مورخ اگر تو معتقدی این معجزه، این چه معجزه ایست؟ خب راحت تر نبود به جای این همه کارا خداوند معجزه میکرد 2-3 هزار تا گوسفند یهو ظاهر میکرد که گوسفندا مردم هم نمیبردن، یه قبیله رو دچار گرسنگی و بدبختی نمیکردن. خب معجزه میکرد یهو ظاهر میشدن گوسفندا 10 هزار تا گوسفند ظاهر بشه سر ببرن بخورن اصحاب، ماشاءالله خوراکشون هم خوب بوده طوری که میفهمیم برای هر 1000 نفر 100 شطور سر میبریده. اینها مغالطات مورخین هست که بهش خواهیم پرداخت.
هر شبت که تا برسیم جلوتر میاییم و در واقع تا عصر جدید، بعد مغالطات مهم پادشاهان مثل حرفایی که ناصرالدین شاه زده و اینها در روزگار مشروطه، تا برسیم به مغالطات روشنفکران، کسانی که در جامعه تأثیر گذاشتن و ما حرفاشو نگاه میکنیم بچگانن، مثل حرفای آقای علی شریعتی که از ابتدا تا انتها جز لغلغه زبان و وراجی و مغلطه هیچ نیست، هیچ سخن استدلالی از این مرد صادر نشد. امیدواریم که به ریش پرخون حبیب بن ظاهر توفیق تألیف این کتاب رو ما پیدا بکنیم. خدمتتون عرض کنم تلفن اینجا رو لطفاً سپر جان اعلام بکنید تا با هموطنان صحبت کنیم. این ساعت اینجا حدود 12:30 هست. تلفنی که تلفن بالا تلفن استودیو هست 818-342-3031. مدت هاست که با هم صحبت نکرده ایم. اگر صحبتی، سوالی هست، ارشادی هست، نقدی هست، هرچه هست، فرصت هست تا حدود 10 دقیقه بگه که با هم صحبت کنیم. تلفن ها باز هست. درود بر شما هموطن، بفرمایید. درود بر شما استاد مشیری. مخلص شما عزیزم. اصلاً زنگ میزنم استاد بزرگ، من خیلی از شما خیلی یاد گرفتم، من کوچیک شما. خواهش میکنم عزیزم، اختیار دارید. من یه درد دلی داشتم، من اینجا با این همکارام صحبت میکنم، یکی دو تاشون مصری ان و البته از این در این تلویزیون فارس گفته میگیشون که مثلا این آقای سیسی یه قهرمان در مصر. این مصریایی که من صحبت میکردم میگفتن ما آرزومونه با عربستان و امارات به ایران حمله کنیم. گفتم شماها نمیتونید با این داعش یه نیرو تشکیل بدین برامون رو، با چجوری میخواین؟ شما این کار اون موقع با صدام حسین کردین، 8 سال به خاک ایران تجاوز کردین، به جوانای ایران، به کشور ایران، و هنوزم اینا این دشمن ما این اعرابن و بازم میخوان به این ایران حمله کنن و هنوزم تو این نقشه و این آرزو هستن. یعنی هیچی فرضی نکرده، حالا چه شاه باشه چه آخون باشه، واسه این عربا هیچ فرق نمیکنه، اینا دشمن ایران و ملت ایرانه. یعنی من این هر روز تو اروپا ما با اینا این مسئله رو داریم، علنا اینجا عنوان میکنن. بله همینجوره، موافقم با شما. آقای سیسی هم که میگن قهرمانه، این که قهرمان نیست، این نوچه این عربستان سعودی و اونا پول میگیره. قبلش هم مبارک بود که از آمریکایی ها میگیره، اینا همیشه برده بودن این مصری ها. خیلی ممنونم از شما. من رو دیگر از این به عنوان یه قهرمان یاد میکنن، البته شما نه استاد بزرگا، از اسم کسی را من نمیخوام بیارم، ولی این اشتباه اینا را قهرمانه، اینا قهرمان نیستن. بسیار خوب، امری دیگری نیست یا اینکه؟ نه قربان شما. قربان شما. دستتون از راه دور میفشارم. مرسی عزیزم، ممنونم از شما، متشکرم. خدمت شما عرض کنم که اعراب همسایه خوبی نبودن. درست فرمودید، هر موقع اینها فکر کردن صاحب قدرت شدن، اندیشه حمله به ایران و موضوع خوزستان و داستان از این دست مطرح شده. جمال عبدالناصر یک روزی گفته بود ما میتوانیم صبحانه را در قاهره بخوریم و شام را در تهران. بله اینا یه دشمنی قدیم هست متاسفانه که هست. اما این آقای جنرال دوسیتی، این حالا من نمیدونم شما فرمایید که اینا پول میگیرن اینا، خب مثل کشور فقیری است، مبالغی آمریکا به اینا میداد، نمیدونم 3-4 بیلیونی و بعد گویا کم کرد و عربستان. این که این آقا آمد و با قدرت تمام و استقلال تمام این آقا رو، اون آقای عرض کنم که قبلی رو که این از اخوان المسلمین بود، طرح نقشه کرده بود گویا که با آخونده بسازد و سپاه پاسداران درست کند و در واقع مصر یه بلایی به روز مصر بیاورد که آخونده به روز ایران آوردن. این آقای
همین جنرال، ایشون خیلی شجاعت به خرج داد که آمد این آقا رو گرفت، دستگیر کرد و نگذاشت. در واقع ارتش مصر کاری رو کرد که ارتش ترکیه طی چندین دهه گذشته کردن و نگذاشتن که آخوندها مملکت رو بگیرن و کشور رو به روز سیاه بنشانن. این مایه در واقع شجاعت از خودش نشون داد و این استقلال ارتش مصر رو هم نشون میده. حالا بقیه ماجرا بماند. درود بر شما قربان، بفرمایید. درود بر شما جناب مهندس مشیری. جانم عزیزم. مهندس مشیری، من دو تا مسئله دارم. یکی این که میخواستم از حضورتون خواهش کنم که اگر میدونید به من بفرمایید که این سمنگانی که مادر سهراب تخمینه در اونجا بوده، این همون سمنگانی نیست که در بین صحنه و در بیستون کرمانشاه است؟ یک سوال دوم من این هستش که اگر ممکن هست در جلسات آینده، هر وقت خودتون صلاح میدونید، یک مقداری در مورد صنایع بدیع فردوسی در نامه صحبت بفرمایید، چون من یک مطالعه که کردم میبینم فردوسی از نظر لف و نشر مرتب پرچمدار تمام شعراست. خواهش میکنم. کس تا حالا نتونستم اون لف و نشر مرتبی که فردوسی در شعرش به کار گرفته و در آینده هم هیچ کس نخواهد توانست. اگر ممکن است در این مورد هم هر وقت فرصت داشتید صحبت بکنید، بنده خوشحال میشم. اگر فرمایشی ندارید از تلویزیون گوش بکنید. قربان شما برم، ممنونم. عرض کنم که سمنگان تلفظ صحیحش هست، منتها لفظ رایج سمنگان هست. میگوید غمی بود دلش ساز نخشید کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. بله، چون از بعد بگوید چون از دیکی مرز توران رسید، بیابان سراسر پر از گور دید. خیلی خوب میگوید به مرز ترکستان رسید. ترکستان کجا بوده؟ نواحی شرقی دریای خزر بگیری تا اون اورال آلتایی، کوههای اون منطقه، قبایل زرتوس ترک بودن. بنابراین اولا که در میتولوژی شما نمیتوانید محلها رو معلوم کنید به درستی. میتولوژی بیرون از در واقع جغرافیاست، منظورم جغرافی رسمی و نامگذاری هاست. اما از اونجایی که میگوید که به مرز توران رسید، نشان میدهد که از این سو بوده، شمال شرقی ایران بوده، نه در کردستان، چون در اونجا خب ترکان وجود نداشتن. این یک مطلب لف و نشر مرتب که میفرمایید. فردوسی کوچکترین عنایتی به این صنایع لفظی نداشته، صنایع بدیعی و اینها. اگر چیزی آمده به قلم، در واقع به طور طبیعی بوده، وگرنه سخنش یک سخن در واقع متکلفی میشد، به این سادگی و این روانی نبود. حالا ما میتوانیم بسیاری از صنایع رو پیدا کنیم همونجور که شما اشاره کنید، اما این بدون دلیل نیست که فکر میکرده که من اینجا یه چیزی بگویم که لف و نشر باشد. میگوید به روز مسافون یل ارجمن، به شمشیر و خنجر، به تیغ و کمن، درید و برید و شکست و ببست. این هم مطلبی که شما دارمش اشاره میکنید، یلان را سر و سینه و پای، این لف و نشر مرتب میگوید. اما باز عرض میکنم این بدون دلیل نیست که فردوسی اهل این کارها بوده. این کارها بیشتر در قرن پنجم به بعد، به خصوص در قرن ششم و اینها رایج شد و شاعر خودش رو موظف میدانست که از این کارها بکند و شعرم خوب در نمی آمد، چون توجه بی حد بدین ملاحظات فنی عواطف رو می برید. من بکنم حافظم توجهی نداشته احتمالاً در بسیاری از غزلهاش. اما سپاسگزارم از سوالتون. بفرما قربان.
سلام عرض میکنم قربان. سلام بر شما عزیزم. جناب مشیری، این سوالی که من میخوام بکنم، نمیدونم اصلا میتونم منظورم رو برسونم یا نه، ولی به هر حال سوال میکنم. خواهش میکنم. موضوع اینه که شما مستحضر هستید که در اسلام به خدا و قرآن و پیامبر این سه مطلب اصلیشه. بله. بعد مسائلی که به دنبال اون میاد، باید کسانی که مسلمان هستن فقط بر این روششون بر این پایه باشه. حالا آمدن و یه مقدار دروب پیامبر بستن، مثل این که مثلا رفته عید قدیس خم نمیدونم علی رو به سر دست کرده و نمیدونم اینجوری گفته و اونجوری گفته، اینها خب الان همه مردم حتی ایران شیعان، البته اونهایی که اهل آگاهی هستن میدونن که اینها من در آوردیه. سوال من اینه که اشخاصی نظیر خمینی یا مثلا همین آیت الله، اینها که میدونن این دروغه، چجوری این حاضرن این دروغا رو بپذیرن و به خود مردم بدن و خودشون رو مسلم بدونن، یعنی معتقد به اسلام بدونن؟ بله. مرازم فرمایید چجوری میشه یه آدمی مثل خمینی که میاد اونجوری چیز میکنه به اون مرحله از قداست خودشو بانمود میکنه یا مردم بهش تحصیل میکنن، که این مردم نباید بدونن که این اصلا دروغ داره میگه؟ به حالا که داره دروغ میگه، این نمیتونه اصلا آیت الله باشه، نمیتونه خدا پرست باشه. بس باز تو همین رابطه میخوام سوالم این باشه از شما که اساسا اینا به خدا معتقدند یا نیستن؟ با این ترتیب اعمالشون که نشون میده نیستن. حالا من نمیدونم والا با این مردم حرف حسابشون چی چیه، همه هر دنبیل و دنبال رو و نمیدونم هرچ. در حال همین بود سوال من. خیلی ممنونم از شما. تلویزیون گوش میکنم. خیلی متشکرم. متشکرم از محبتتون عزیزم. خدمت شما عرض کنم، اگه ما بپذیریم که دروغگو دشمن خداست، بنابراین بایستی بگیم آخوندها بزرگترین دشمن خدا هستن. مطالبی که فرمودی هر شبت که اساس شیعه بر دروغه، یعنی چی در دست شیعه نیست واقعا. اون چه کتاب ما خوندیم، اون چه مطلب ما دیدیم، دیدیم چیزی درستی نیست، یعنی که اجماع مبرخین تایید بکنن این حرف ها رو. این که می فرمایید مسلمان، خب بخش اعظم مسلمانان جهان که قریب 1 میلیارد و حدوداً 400 میلیون نفر هستن، مسلمان و شیعیان رو کافر میدانن، قتلش رو واجب میدانن. بنابراین این خودگویی خودخندی عجب مرد هنرمندی است این داستان. حالا چگونه پیش آمد و تاریخ شیعه چه بود و اینها رو ما 10 بار 100 بار تکرار کردیم و گفتیم و نیاز به تکرارش نیست. اما شما اگر جستجوگر این سوال باشید که چگونه از تنها کشور شیعه جهان ایران هست، در واقع اون جواب رو هم پیدا میکنید که چرا این داستان در کشور ما اینطور شده، جای دیگه نشده. حالا عراق هم به هر صورت این هم در حاشیه ایران بوده. اینا من فکر نمی کنم نه خدا رو می شناسن، نه خدا پرستن، نه معنویتی دارن، نه لطافت روحی دارن، نه رقت قلبی دارن، نه زهدی می دارن. اصلا بین اینا زاهد به معنی واقعی کلمه دیده نشه. اینا مردمان شکمباره شکمخاره بودن، مفتخور و مزاحم.
مزاحم آزادی، مزاحم زندگی، مزاحم هنر، مزاحم اون چه برخواسته از ذوق لطیف انسانی است. اینا آمدن یک تعدادی خواننده برای همین ایام عید در استان خراسان، مثل که 15-16 قرار بود کنسرت برگزار بشه، یه آخوند آمده گفته آقای استاندار اول با مراجع شما مصلحت بکنید، ببینید ما موافق هستیم که شما مطربی کنید، از اینجور صحبته. حالا من خیلی دقیق نیستم در نقل قول اینجا رو، اینجا به خصوص رو، چون از دوست محترم شنیدم که همه اینها رو باطل کردن. حالا این بیچاره مخارجی متحمل شده بودن، جا گرفته بودن، مردم منتظر بودن، مردم خراسان که در این ایام عید بعد از یک سال رنج و درد و بدبختی و نمیدونم عاشورا و ماشورا و این داستان ها و رمضان و غیره و اینها، این چند روزی رو خوش باشن، این رو هم مانع شده. داستان اینها در واقع به حساب نمیاد قربان، به حساب نمیاد. الو، درود بر شما قربان، بفرمایید. الو، با من هستین استاد محترم؟ با جناب عالی هستم عزیزم، بفرمایید. با بزرگی داشته حضرت علی، من انشالله که به قول معروف عید خوبی داشته باشین. شما همینطور به سوریه خوب و ما شما رو همیشه سرزنده و شاداب ببینیم. استاد، من عرایزی که داشتم از خدمت، من صدای شما رو نمیشنوم، من نمیدونم. بله، صداتون میاد عزیزم، صداتون پخش میشه. از کار محضرتون که جناب مشیری عزیز، من چند تا سوال داشتم و لازم هم نیست از حضورتون، من بله پرسش داشتم، چند تا پرسش با حضورتون عرض میکنم، من بله لازم هم نیست توضیح بیشتر خودتون زحمت بدین، فقط آره یا نه، چون من از یکی از همین برنامه گذارای رادیو پارس، همون تلویزیون پارس پرسیدم، متاسفانه رفتم به حاشیه و اینه، من نتونستم جواب بگیرم. بله، شما میپرسم چون میشناسم اتون جواب. بله، من حاشیه بلدیستیم آقا، بفرمایید. بهش میگم آره یا نه، اولا که این همه دشمنی ما با، یعنی ما فارس زبونا با این اعراب و مغول و نمیدونم اسکندر و مقدونی و این و اون چی هست و چرا حمله کردن و چرا ما از اونا بعدمون میاد؟ استدعا میکنم یکی این. بعد دومی که لقب کبیر به چند نفر از شاههای ایران دادن، این لقبو کیا دادن و اون لقبایی هم که ملقب شدن یکی ها بودن، مثل آقای رضا شاه کبیر، نمیدونم شاه عباسی کبیر، خلا چند نفر بود که تاریخ و کیا به اینا دادن، خودشون به خودشون میدادن. در اون زمان قدیم من مثلا برای داریوش و کوروش اینا میومدن، مثلا از روم مثلا میگفتن، یا مجمع عمومی جهانی بود به خاطر دادن لقب اینا. یکی هم قربونتون برم، من عرضم اینه که در این بهاییت دینه یا مذهبه؟ همه اصلا شیخ داریم میکنیم، هر روزم به جایی نرسیدیم ما تو این همون داره تلویزیون پاس، مگر اینکه فقط بپرسیم که فقط دین یا مذهبه، یه باره که ما بفهمیم چیه به هر صورت. من بعد دیگه عرض دیگه ندارم برای یه موقع دیگه، چون نمیخوام حق دیگرون بگیرم، ولی فکر کنم که همین ها سوالایی بدی نبود کردم از حضورتون. بله، ایزای بنیادیه که میشه سالهای سال صحبت کرد، فقط حالا دیگه حضرت عالی هر جوری که مایل هستین تو عرض منو میدید، اگر نکنید بعدم من براتون تلفن شخصی میزنم. قربون شما، قربون شما، سپاس گذارم. سال نوتون هم حتما و حتما خجسته و فرخنده و پربار باد. زنده باشین عزیزان، ممنونم از شما. خدمتتون عرض کنم این سوالی که شما فرمودید با یک آره و نه عرض کنم که درست در نمیاد. سوال هر یکیش یک زمستان وقت میخواد. ما یه معلم داشتیم، معلم تاریخ بود در اصفهان، آمد گفت میخوایم امتحان بگیریم، هفته دیگه سوالای من تستیه. همه فکر کردن که تستیه، تستی یعنی که چهار ضربی یا دو تا یا سه تا علامت میزنی جواب. بعد موقع امتحان که شد گفت برین اون بقال روبرو، از این کاغذهایی بود که دو ورقه بزرگ بود، میانداختن یه بندی میشد کل شاهنامه رو روی این تونه بشکفت. آقا این گفته بود تستیه اینا.
بعد ما رو برد توی محوطه مدرسه روی زمین نشون، فاصله هر که مثلا 2 متر باشه، گفت سال 1 ماده ها رو توضیح دهید، سال 2 هخامنشیان رو توضیح دهید، سال 3 ساسانیان رو توضیح دهید. یه 6 ماه وقت میخواد. یکی گفت آقا شما گفتین تستی، گفت من گفتم سوالام تستیه، نگفتم جوابشم تستیه. این مطالب جناب عالی ما رو به یادمون کلاس دهم بودیم. باری مغول ها آمدن، عرب آمدن، نمیدونم رومی ها آمدن، خیلی کسان آمدن مملکت ما حمله کردن. خب این یه چیز تاریخی است، به هر صورت ذهنیت مردم یک کشور نسبت به متجاوزین که مثبت نیست، حتما منفی است. مثلا اینجا خود کنم لقب کبیرم، چون وقت نداریم خیلی کوتاه من تستی خدمت شما جواب میدم. لقب کبیر رو تاریخ میده، لقب کبیر رو یه نفر نمیتونه به کسی بده. این چند تنی که لقب کبیر دارن به حق، چون جهان این های القاب رو داده، کوروش کبیر، داریوش کبیر و بعد از عرب ما شاه عباس کبیر رو داریم. اینا رو تاریخ داده به این سه نفر. این سه نفر کبیر هستن، همزمان با نادرشاه و اندیک همزیار اکبر کبیر یا اکبر دی گریت. شما برید نگاه کنید، در هندوستان بوده، پیتر دی گریت در همین روسیه بوده و بسیار آدمایی که، یا الکساندر دی گریت، اسکندر کبیر. اینا رو تاریخ داده، اینا شخص نمیشه، به تقلب نمیشه که از این القاب داد به کسی یا ما بیایم خودمون بدهیم. نه، این رو تاریخ جهان به خاطر کارها و شجاعتها و بزرگواریها و کارهای مهم شگفت‌انگیز اینها، یا فردریک دی گریت آلمانی بوده، اینا تاریخ میدهد، نه آدم ها. در باب آیین عرض کنم که بهاییت جدیدترین آیین هاست. خب دین است یا مذهب؟ عرض شود که این سؤال رو شما از خود برادران بهایی ما بکنین و صورت به صورت یک ریلیجن، یک دین در دنیا بهاییت مشهور هست، عرض کنم صاحب نوشته ها و کتاب ها و اینها، مراسم و مناسک، و در واقع آیین مدرنیست، آیین جدیدیست. این هم آخرین سوال شما. فکر میکنم چه میزان وقت داریم سپر عزیزم؟ 1 دقیقه وقت داریم، 1 سوال میتونیم جواب بدیم. درود بر تو هموطن نازنین، بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب مشیری. سلام بر شما عزیزم. مفتخر هستم از این که استاد گرامی مثل شما زحمت میکشن مردم ایران رو آگاه میکنن از این چیزی که امروز گریبانگیر مردم ایران هست. قربون شما عزیزم، لطف میکنید. اگه همونجی که مصدر هستید، فردا چهارشنبه سوریه و بنده از کردستان عراق تماس میگیرم خدمتون. فردا همونجوری که جمهوری اسلامی اعلام کرده، که چهارشنبه سوری توی کردستان ایران ممنوعه برگزاریش. علتش چیه که این رژیم آخوندی 1 ماه به خاطر داستان عاشورا، نمیدونم حسن حسین و علم و کتل، ما میتونیم برگزاری داشته باشیم، اما یه عید باستانی مثل نوروز ما هر روز اخباری میبینیم از این که اینو حذف میکنن، اون یکی رو حذف میکنن، و علت ترسشون چیه از اون قضیه؟ بله، چون وقت داره تموم میشه، اجازه فرمایید جوابتون رو عرض کنم عزیزم. بله، ممنون. قربون شما عزیزم. وحشت از مردم، ترس از تجمع، ترس از اینکه عده‌ای بیان بیرون، ناگهان چند هزار نفر در یک گوشه مرگ بر دیکتاتور بگوین، مرگ بر خامنه‌ای بگوین، و اینها نمیخواهند که 5 ایرانی 10 ایرانی تظاهری بکنن که بگن ما هم هستیم. این صدای نارضایی ماست که شما میشنوید. وحشت دارن اینا. بعد از جنبش سبز به طور کل هر گونه تشکلی رو اینها
جلوش رو گرفتن. شما خودتون بهتر از من میدانید در ایران زندگی میکنید، اینا از مردم میترسن. شما ببینید آقا گروه اینا برای چی هستن؟ آقا این همین گروه بسیج کارش چیه جز چاقو کشی و سرکوب مردم چیزی هست؟ این سپاه پاسداران برای چیه؟ مگه مملکت ارتش نداره؟ حالا گروه های دیگر نمیدونم موازی 10 تا 15 تا سازمان سرکوب هست که اینها نگهداری بکنن این دیکتاتوری کثیف عقب مونده جنایتکار رو. شما که دلیلش باید بدونید، مردم شجاع کردستان، مردم سرکوب شده و مظلوم کردستان فریادها در گلو دارن. بیان در چارچنب سوری ممکنه که این صداها متحد بشه باید به صورت یک تشکلی گرچه موقت علیه رژیم. هموطنان گرامی، از توجه شما بسیار سپاسگزارم و از دوستانی که روی خط بودن و وقت نشد جوابی صداشون رو بشنویم پوزش میطلبم. از دوستانی که تشریف آوردن روی خط ازشون سپاسگزاری میکنم. از سپهر گرامی ممنونم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.